سخنگوی کاخ سفید ساعتی پیش دوباره تاکید کرده که مسیر مذاکره با ایران مسیر طولانی اما مفیدیه. با توجه به خبرهایی که دیروز منتشر شد، بخشش رو در گزارش شهره دیدیم، در واقع چه انتظاری میشه از موضع امریکا در این دور از مذاکرات داشت؟ جن ساکی سخنگوی آقای بایدن مجدداً در کنفرانس خبری امروز خود اشاره کرد به مذاکرات غیر مستقیمی که بین ایران و آمریکا در جریان هست و دور دیگرش فردا آغاز خواهد شد و گفتش که اگرچه آمریکا مسیر پیش روی خودش رو مسیر طولانی می‌بینه، اما معتقده که این مسیر مسیر مفید و مثمر ثمری هست. جزئیات بیشتری نداد و اعلام کرد که باقی اخبار مربوط به دیپلماسی میان آمریکا و کشورهای متحد اروپاییش رو فردا اعلام خواهند کرد. اما اتفاقاتی که افتاده از اون مذاکرات غیر مستقیمی که دور نخستش هفته پیش شروع شد و اونچه که فردا شاهدش خواهیم بود، در این بین دو اتفاق بسیار مهم افتاد. یکی همون انفجار در تأسیسات برقی مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن بود که اسرائیل، در واقع ایران، انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل گرفت. منابع آگاه غربی گفتند که احتمالاً کار اسرائیل بوده، آمریکا سکوت کرد. و اتفاق دیگری که افتاد مسئله غنی‌سازی 60% اورانیوم از سوی ایران هست که روز گذشتم خانم ساکی اعلام کرد که این اقدام تحریک کننده است و نشون میده که ایران در بحث مذاکره جدی نیست. این جدی بودن ایران نکته بسیار مهمی هست. هفته گذشته در روزی که تیم آمریکا برگشت به واشنگتن، گفتند که تنها منتظرند که ببینن جدیت ایران در این بحث‌ها چقدر هست. منتظر بودند که ببینن ایران در روز ملی فناوری هسته‌ای چه اقداماتی خواهد انجام داد که بعد مسئله نتنز پیش آمد و مسئله غنی‌سازی 60%. باید دید که با توجه به تحولات اخیر و اقداماتی که ایران انجام داده، صحبت‌هایی که آیت‌الله خامنه‌ای امروز انجام داده، رویکرد چه خواهد بود. اما از این سمت از سوی آمریکا با توجه به انتصاب خانم شرمن و اینکه مذاکرات رو همچنان سازنده می‌بینند، به هر حال این طرف به نظر می‌رسه که رویکرد مثبت‌تری دارند. خب سمیرا، تو به تازگی مصاحبه‌ای رو با جان بولتون مشاور امنیت ملی در دوره دونالد ترامپ انجام دادی که فردا پنجشنبه کامل اون در ایران اینترنشنال منتشر میشه. برای ما بگو که چه نکات مهمی داشت و دیدگاه اون نسبت به این مذاکرات و کلن مسئله اتمی ایران چه هست؟ کامیر برجد، آقای بولتون در ایران بسیار سیاستمدار شناخته شده ای هست، هم بین مردم و هم بین سران جمهوری اسلامی ایران. آیت الله خامنه‌ای سال 97 اگر یادتون باشه گفته بود که مرگ بر آمریکایی که ایران میگه در واقع ربطی به دولت آمریکا نداره و مرگ بر افرادی شبیه ترامپ، بولتون و پامپئو هست. صحبتی است که مستقیما آقای خامنه‌ای به نام آقای بولتون اشاره میکنه. زمانی که آقای ترامپ رو اخراج کرد هم حسن روحانی واکنش نشون داد. به هر حال چهره بسیار مهمی هست، به ویژه در موقعیت فعلی که بحث مذاکرات مجدداً در جریان هست. رفتن و صحبت کردن با آقای بولتون میتونست راهگشا باشه. یکی از سوالات مهمی که به هر حال مطرح هست این که آیا به هر جهت ممکنه که توافقی رخ بده یا نه، که آقای بولتون معتقد هست که دموکرات‌ها به سمت رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت، اهرم فشار خودشون که تحریم‌ها باشه از دست خواهند داد، یک توافقی رو منعقد خواهند کرد که به همان بدی توافق برجام خواهد بود. و آقای بولتون معتقده که اگر این اتفاق بیفته مجددا در سال 2024 اگر یک رئیس جمهوری جمهوری خواه بیاد، آمریکا مجددا از اون خارج خواهد شد. آقای بولتون معتقده که یک منطق بسیار ساده رو دموکرات‌ها نمی‌فهمند و اون منطق ساده این هست که جمهوری اسلامی هرگز در گذشته و الان و در آینده بلند پروازی هسته خودش رو کنار نخواهد گذاشت. مسئله تغییر رژیم مجددا در صحبت‌های آقای بولتون با ما در رابطه‌اش شنیدیم. اما کامیار اگر که اجازه بدی بخشی از صحبت‌های خود آقای بولتون رو با هم بشنویم. زمانی که از اون می‌پرسم که آیا ممکن هست که آقای بایدن به توافقی بخواد با جمهوری اسلامی ایران برسه یا نه و چند و چون اون چگونه است؟ Well, he made clear during the 2020 campaign that he wants. جو بایدن در کارزار انتخاباتی 2020 به روشنی گفت که میخواد به توافق هسته‌ای سال 2015 یعنی برجام برگرده و این مسئله براش از اولویت بالایی برخورداره. از اون زمان تا الان آقای بایدن رویکردش رو تغییر نداده. اهداف کلی جو بایدن در 100 روز اول ریاست جمهوریش متمرکز بر مسائل داخلی
از جمله همه‌گیری کووید 19 و احیای اقتصادی بود. اما قابل توجهه که اگرچه تمرکز بایدن روی مسائل داخلیه و در عرصه بین‌المللی اقدامات محدودی انجام داده، توافق هسته‌ای ایران کماکان در مرکز توجه او قرار دارد. ما دائم گزارش‌هایی می‌شنویم از تلاش‌های دولت آمریکا، از جمله در آخرین مورد مماشات در زمینه تحریم‌ها به منظور پیدا کردن راهی برای تشویق حکومت ایران به ورود به مذاکره. البته ما به طور دقیق نمی‌دونیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه، اما برای من خیلی نگران کننده است که فارغ از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و انتخابات پیشرو در ایران و علی‌رغم صحبت‌های علی خامنه‌ای، به نظر میاد دولت بایدن متوجه نیست که ملاها آماده سازش و کوتاه و امتیاز دادن در رابطه با پایبندی به شروط برجام نیستند. به مماشات دولت بایدن اشاره می‌کنید. دقیقاً راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ اخیراً گزارشی درباره یک طرح جدید منتشر شده که چطور دو طرف گام به گام به شکل تدریجی به توافق هسته‌ای برگردند. آقای بایدن دقیقاً چه گزینه‌ای پیش رو داره؟ به گمانم آنچه جو بایدن به دنبالشه چیزیه که کره شمالی اسمش رو عمل در برابر عمل گذاشته. یعنی اگر ایران به بخشی از تعهدات خود در قالب توافق برگرده، دولت بایدن تحریم‌ها رو کمتر کنه و بعد تحریم‌های بیشتری لغو بشه و ایران هم از اون طرف به تعهدات بیشتری برگرده. اما یکی از مشکلات همین جاست که چه کسی گام اول رو برداره. حتی درباره اینکه چه کسی پیش گام بشه هم دو طرف با هم اختلاف دارند. روشنه که دو طرف بر سر این هم توافق ندارن. به نظرم واقعا اهمیتی نداره که کدوم طرف پروسه رو آغاز میکنه. همین که شروع بشه، همین پروسه گام به گام در نهایت میتونه منجر به لغو تمامی تحریم ها بشه. چرا که در حال حاضر هم تحریم ها رو دور میزنن. قاچاق و همکاری های تهران با چین و کشورهای دیگه که سعی دارن به ایران کمک کنن هم وجود داره و کاهش گام به گام کل نظام تحریم ها رو از بین میبره. نکته کلیدی اینه که دولت بایدن هنوز نفهمیده رژیم جمهوری اسلامی هرگز این تصمیم استراتژیک رو نگرفته که سلاح هسته‌ای رو کنار بذاره. اگر این تصمیم گرفته بشه مذاکره آسان میشه. مشکل اینه که تهران میخواد همچنان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و همزمان هم میخواد که از شر تحریم‌ها خلاص بشه. این چیزیه که تهران میخواد و آمریکا نباید با این خواسته موافقت کنه. بخشی از مسابقه همکارم سمیرا قرایی بود با جان بولتون که همونطور گفتم فردا پنجشنبه به صورت کامل از ایران اینترنشنال پخش میشه.